خب دسته بعدی صداهای ما گروه وکال ها هستن وکال خب مهمترین بخش پروژه است آواز توی پروژه‌ای که نقش لید رو به عهده گرفته خب طبیعتا مهمترین سازه از وکال اصلیمون شروع میکنیم این وکال ها از آخرین باری که شنیدین تنها تغییری که روش اعمال شده اینه که تیونش کردم کوکش کردم اون بخش رو میخواستم یه بار گوشش کنیم به صورت خام همه جا بسته است تخت کردن درا رو از همین هر شب کاش می شد ها رو عوض کرد خلوت شهر باز من تو خلوت خیابونا تنهام محال اما که بهتر بشه همه چی تا فردا صدای نهایی که بعد از میکس بهش رسیدم اینه یه بار گوشش کنید همه جا بسته است تخت کردن درارو رو همین هر شب کاش می شد عادتا رو عوض کرد خلوت شهر باز من تو خلوت خیابونا تنهام محال اما که بهتر بشه همه چی تا فردا خب تغییر کلی وکال محسوسه ولی خب دگرگون نشده شخصیت صدا ببینیم از چه نرم ای استفاده کردیم اولین چیزی که ازش استفاده کردم دی اس فیلتره به اسم پرو دی اس اصولا اولین پلاگینی که من همیشه توی چین وکال ازش استفاده میکنم دی اس یعنی اول اون س و ش و ت و این صداها رو حروفی که فرکانس های بالایی تولید میکنن فرکانس های های اونها رو اول کنترل میکنم چون اونا رو اصلا نمیخوایم هرگز لازم نیست پروسس بشن برای همین اول از همه اونها رو از توی صدا تا جای ممکن حذف میکنم گوش کنیم تاثیرشو همه جا بست است تخته کرد روی کلمه بسته است خیلی میتونیم فوکس کنیم چون دو تا سه داره همه جا بسته است 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 همه جا است خب امیدوارم تاثیر دی اس خوب شنیده باشید پلاگین بعدی توی چینمون یه اکولایزر فیلتر پرو کیو 3 با این اکلایزر ابتدا با یه شیب خیلی تند فرکانس های بم و تا 44 هرتز گرفتیم در واقع فرکانس های و بعد تو دامنه 114 هرتز یه تقویت 1.5 دسیبلی داشتیم برای اینکه یکم صدا بم پیدا کنه و در واقع بمی که تو صدا خیلی خوب ضبط نشده بوده یکم اینجا تقویتش کردیم بعد یه سری فرکانس ها رو تو هولوهوش هزار از صدا کم کردیم این برای تغییر شخصیت صداست بعدم یه سری فرکانس های خیلی بالا رو حالا مرکز این کرو من روی 20 هزار هرتزه ولی هدف من بیشتر 7 هزار به بالا بوده اینجور فرکانس ها رو فرکانس های خیلی بالا رو که در واقع تو وکال یه سری ها بهش ایر میگن فرکانس های هوا اینا رو یکم تقویت کردم دو نیم دسیبل یه بار اکولایزر رو خاموش روشن میکنیم سرشو رو گوش کنید همه جا بسته است تخت کردن درا رو از همین هر شب کاش می شد رو عوض کرد می بینیم وقتی یه رو روشن میشه بیشترین چیزی که به گوش خود من میاد بیسه که تقویت میشه دلیل اصلیش هم همین این دامن است که گرفتیم این دامنه یکم داشت تضعیف میکرد صدای بیس هم و انگار نمیم بیشتر غالب بود به صدای این دامنه و اینطوری توازنی ایجاد کردم بینشون پلاگین بعدی که استفاده کردم از شرکت ویوز به اسم CLA2A که شبیه ساز LA2A یونیورسال آدیو یکی از معروف ترین کمپرسر که توی بیشتر استودیوهای معروف جهان استفاده شده این پلاگین و به طور کلی شبیه سازهای LA2A یا اگر استطاعت مالیشو دارین خود LA2A به جرأت میشه گفت یکی از بهترین کمپرسورها برای وکال من تاثیرش روی وکال خیلی میپسندم با هم گوش کنیم یه ببینیم چی کار میکنه ایدونم این شب گردی یا بی اثر ولی از سرگیج خوابم میبره امشب میدونم این شب گردی یا بی ولی از سرگیج خوابم میبره امشب می یه کنترل خیلی خفیف تو بیشترین جاهای وکالی میرسه به هولوش مثلا دو نیم دسیبل یه کنترل خیلی خفیف روی وکال باش انجام دادیم اینم خدمتتون بگم یکی از بهترین راهها برای پروسس دینامیک وکال اینه که به جای اینکه با یک کمپرسور وکال خیلی کمپرس کنین با کمپرسورهای زیادی هر کدوم یک مقداری کمی وکالتون رو کمپرس کنی اینطوری خیلی کنترل دینامیک بهتری پیدا میکنید بعد از اون از نرم افزار شبیه ساز اکولایزر میز نیو 73 استفاده کردم از شرکت ویوز به اسم شپس 73 که اندرو شپس اینو طراحی کرده این با کمک اندرو شپس اینو طراحی کردن اندرو شپس یکی از معروف میکسمنهای میکس منایه. حال حاضر جهانه که بدترین کارش و معروف کارش آلبوم دث مگنتیک متالیکا بود میدونم این شب گردی یا بی اثر ولی از سرگیج خوابم میبره امشب میدونم این شب گردی یا بی اثر ولی از سرگیج خ... خب کاری که با این اکولایزر کردیم اینه فرکانس های 12 هرتز به بالا رو به صورت شلف یک دسیبل زیاد کردیم دامنه هولوش 700 رو حدود 1.5 دسیبل کم کردیم و فرکانس های زیر 50 رو لوکات یا های کردیم ولی اصل تأثیری که من از این اکولایزر میخواستم در اصل اکولایزرش نبوده اینجا رو نگاه کنین اینپوت رو دسیبل زیاد کردم اوتپوت رو دسیبل کم کردم یعنی چی یعنی من دارم درایو نرم افزار رو زیاد میکنم از یه اکولایزر چون این شبیه ساز مدار آنالوگه مدار آنالوگ هرچی ورودیش بالاتر میره هارمونیک دیستورشن ایجاد میکنه من میخواستم این رو شبیه سازی کنم برای همه اینپوت دستگاه رو زیاد کردم آوتپوتش رو کم کردم که یه جور هارمونیک دیستورشن ازش استفاده کنم گوش کنیم یه بار دیگه تاثیرش رو بشنویم میدونم این شب گردی یا بی اثر ولی از سرگیج خوابم میبره شب یه جور کار اکسایترم ازش گرفتم بعدیش وکال رایدره از شرکت ویوز وکال رایدر یه جورایی شبیه ساز یه تکنیک بیشتر تا شبیه ساز دستگاه قدیم توی استودیوها سوای کمپرسور که برای یک دست کردن ولومه ی صدا ازش استفاده می شده یه کاری که میکردن چون خب ضبط روی نوار انجام می شده دیگه هنگامی که داشتن نوار اولیه رو کپی میکردن روی نوار اصلی روی تیپ اصلی استودیو من ولوم رو از روی فیدر کم و زیاد میکرده جاهایی که ولوم زیاد میشده فیدرش رو می آورده پایین جاهایی که ام، ولوم کم می شده، فیدرشو فیدرش این برده بالا یه اندازه خیلی کمی اینو جابجا میکرده به این کار میگفتن فیدر رایدینگ این یه جور در واقع شبیه ساز فیدر رایدینگ خودکاره شما میتونین تنظیماتش رو خودکارم در نظر نگیرین و دستی این کار انجام بدین من توی این پروژه به صورت دینامیک و خودکار ازش استفاده کردم اه، یه هولوش یکی دو دسیبل کنترل میکنه و رو از هر طرف یعنی یکی دو دسیبل به سمت بالا یکی دو دسیبل به سمت پایین آخر هم, هم توی چین از یه نرم افزاری استفاده کردم از شرکت سلیت دیجیتال توی پک ویرچوال میکس رکشونه به اسم ریوایوال تفاوت این یونیت با بقیه یونیت های این ویرچوال میکس رک اینه که ریوایوال مجانیه شما میتونید رو برین از سایت سلیت به صورت قانونی دانلود بکنین و ازش استفاده بکنید. یه هارمونیک اکسایتره هم روی فرکانس بم میتونه عمل کنه با فاکتور ثیکنسش و هم میتونه روی فرکانس های عمل کنه با فاکتور شیمرش من از فاکتور شیمرش استفاده کردم توی این وکال گوش کنیم ایدونم این شب گردی یا بی سر ولی از سرگیج خوابم میبره امشب می... صدای اینو من خیلی دوست دارم امیدوارم شما هم دوست داشته باشین و ازش استفاده کنیم